با سلامی گرم و درود فراوان به بینندگان برنامه ضیافت در این سیاره زندگی ساز، در هر کجا که ما رو میبینید براتون سلامتی و تندرستی آرزو میکنم. من خیلی خبر دارم، خیلی تماس دارم از شما، فقط میخوام بهتون بگم که مهرتون فوزون، عشقتون جاویدان. به علت حساسیت برنامه اینا رو میذارم برای هفته بعد. در کنار من مایسترو لوریس چکناواریان هست. لوریس چکناواریان اسمی آشناس برای اهل هنر. من موقعی که رفتم تو کنسرواتوار تهران از اولین اسمایی که به گوشم خورد اسم لوریس چکناواریان بود که شروع کرد رهبری. البته خودش در کنسرواتوار در ایران به دنیا آمده، در کنسرواتوار با ساز ویالون شروع میکنه، پروازی بلند میکنه، میره اتریش تحصیل میکنه، با کار اورف یکی از بزرگترین آهنگساز یه قرن بود ملاقات میکنه. اون از کار رستم و سهراب خوشش میاد، کمکش میکنه، سالیان دراز اونو میفرسته در سارزبورگ، باز تحصیلاتش رو ادامه میده، میره با آرسیه قرارداد میبنده، میره ارکسترهای بزرگ رویال فیلارمونیک، ارکستر فیلارمونیک اتریش، میاد به آمریکا، بیش از 70 قطعه مینویسه، 10,000 صفحه پارتیتور اسکور، بعد میاد 40 تا موسیقی فیلم مینویسه. من این حرفایی که میزنم یه قطره از دریاست. لوریس چکناواریان یک اسم نیست، اون یک کانداکتوره، یک رهبر حرفه‌ایه. ارکسترهای بسیاری ضبط باشون کار ضبط کرده. وقتی که شما یه آهنگسازی مثل پیتر الی چایکوفسکی یا خود کارهای خودش رو گوش میدین، میبینین که چقدر اون بین رهبرهای بزرگ دنیا مطرحه. میاد کنسرتو ویالونسل مینویسه، کنسرتو به پیانو مینویسه و خیلی خیلی کارهایی میکنه. کلی موسیقی باله داره. من هرچی بگم باز کلی باید راجب لوریس چکناواریان صحبت بکنم. برای یه ساز لوت چینی برای اون یه کنسرتو مینویسه و آثار زیادی داره و من افتخارش رو داشتم که با ارکستر مجلس رادیو تلویزیون ملی ایران که از غزال کارگردان صمیمی تشکر میکنم. غزال جون بریم رو عکس‌ها که من یه مقدارم توضیح بدم رو عکس‌ها. این عکسی که الان میبینید ارکستر مجلس رادیو تلویزیون ملی ایرانه که ما سفرهای بسیاری داشتیم با مایسترو چکناواریان. دو بار شوروی سابق، مسکو، آلاماتا، فرونزه، دوشنبه، ریگا رفتیم، به فستیوال پولودی و بلغارستان، شهرهای مختلف لهستان، رومانی، یوگوسلاوی. و لوریس که از شاخص‌ترین رهبری بود که همیشه دعوت میشد برای جشن هنر شیراز و کنسرت هایی که ما خارج داشتیم. بریم رو عکس بعدی قطا جان. اینم یه قسمت باسه که اون پوپوف الان کنسرت مایستر ارکستر سمفونیک ورشو هست، یکی از نوازنده ارکستر بود. بریم قطا جان رو عکس بعدی. این ارکستر مجلسیه که لوریس چکناواریان همیشه که با ما کار میکرد و این در کاخ گلستانه. اینم خود ارکستر که به این شکل بود، ارکستر مجلسی رادیو. این علی فروغ که دوست صمیمی چکناواریان هست و سولیست ارکستر ما بود در سفرها. لوریس در دیداری که باهاش داشت همین اخیراً، چون علی فروغ اینجا مستر کلاس داشت و با لوریس دیدار داشت، که این هم که با مرداد پهلوی وزیر سابق فرهنگ و هنر هست که سالیان دراز در ارکستر بود. و آخرین عکس عکسی است با شهرام ناظری به خاطر حضور شهرام ناظری در شهر فرشته ها و خیر مقدمی که به اون بگیم. من شروع میکنم برنامه رو با یه موسیقی، اون بعد میام با لوریس تا اونجا که برسیم کلی گپ و گفتگو داریم. قضا جون بزن بریم تو ویدیو تا ببینیم تا کجا میریم. آب آینه صبور را
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، روانه کن. آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، روانه کن. آینه صبوح را ترجمه شبانه کن، شبانه کن. آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن، روانه کن. آینه صبوح را ترجمه شبانه کن، شبانه کن. ای پدر نشاط نو در رگ جان ما برو، در رگ جان ما برو. در نشاط نو در رگ جان ما برو، در رگ جان ما برو. جام فلک نما شو وزد و جهان کرانه کن، کرانه کن. ای پدر نشاط نو در رگ جان ما برو، در رگ جان ما برو. در نشاط نو در رگ جان ما برو، در رگ جان ما برو. جام فلک نما شو وزد و جهان کرانه کن، کرانه کن. ای خردم شکار تو، خردم شکار تو، تیر زدن شعار تو. دست دلم به دست کن، جان مرا نشانه کن، نشانه کن، نشانه کن. دست دلم به دست کن، جان مرا نشانه کن، نشانه کن، نشانه کن، نشانه کن، نشانه کن. جان مرا نشانه کن، نشانه کن، نشانه کن. آب حیاتش را در رگ ما روانه کن، روانه کن. آینه صبوح را ترجمه شبانه کن، شبانه. آینه صبوح را ترجمه شبانه کن. با سلام و درود فراوان، اگر تازه به ما پیوستید، مهمان برنامه ضیافت مایسترو لوری چکناواریان هست که خیلی کوتاه راجب صحبت کردم. اگر بخوام سخن بگم راجب فعالیت هایی که لوری چکناواریان کرده و یکی از بارزترین شخصیت های هنری در سطح بین‌المللی، من لذت میارم وقتی که هر جا میره میگه من ایرانی هستم، وقتی که از رستم و سهراب صحبت میکنه، وقتی که از کارهای حماسی فردوسی صحبت میکنه، وقتی که این بچه های جوون حمایت میکنه، در هر جایی که میره اینا رو بغل میکنه،
اینا ارزش های لوریس چکناواریانه که نیکوس که میماند و با ارزش ترین است. لوریس چکناواریان هم این اخیراً از پرزیدنت اتریش یک مدال طلای هنری گرفته که هنرمندای معدودی در دنیا میگیرن. همون جوری که اشاره کردم اگر من بخوام برم تحصیلاتی که کرده، کارهایی که ضبط کرده، کارهایی که نوشته اینقدر زیاد هست که برای شما خسته کننده است. من بهش درود میفرستم و سلام میکنم. روی جان خوش آمدید. خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالم. مرسی. حالش خوبه که انشالله. من خیلی خوبم. من خوشحالم که شما رو همیشه در هر بعد از سالها سال شما رو میبینم. آره من البته همیشه که کنسرت هایی که دارین، تورهای مختلفی که داشتین، همیشه این افتخار رو داشتم که تو در این سال اخیر جزء تماشاتون باشم و از کاراتون لذت میبرم. لوری جان اومدی توی لس آنجلس شهر رو ریختی بهم، چه خبره؟ حالا واسه که با نقاشی اومدین تو. آخه نه، از بچگی من همیشه علاقه زیادی به نقاشی داشتم. بله. و از خب هنر اصولا با هم دیگه ارتباط داره، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، این همه با هم دیگه ارتباط نزدیک دارن، مثل خواهر برادر هستن. ولی من خیلی دلم می‌خواست که از کودکی علاقه زیادی به نقاشی داشتم، ولی وقتی دوران تحصیلی خودم میرفتم موزه های مختلف در اروپا و اونجا نقاشی های مختلف رو نقاشی های مختلف رو میدیدم و کارت پستال های رو میخریدم میبردم خونه، تمام دیوارام میچسب بودم و از رنگ های اینا، از فرم اینا الهام میگرفتم. سال ها سال من مرتب تو موزه ها بودم و واقعا از کارهای موندریان یا کلیمت یا نقاشای بزرگ دنیا الهام میگرفتم و بالاخره به جای رسید که یه روز خودم شروع کردم اون موسیقی، اون نقاشی که میدم به صورت موسیقی در ذهن تصور میکردم. یه روزم گفتم خب حالا این چیزی که موسیقی که در ذهن من هست اینه روی کنواس بیارم و اسمش رو گذاشتم Music and Canvas. یعنی تمام این نقاشی‌هایی که من می‌کنم همش بر اساس موسیقیه و رنگ‌هایی که انتخاب می‌کنم، فرمایی که انتخاب می‌کنم واقعا موسیقیه که می‌شنوم و اونا تبدیل به رنگ و تبدیل به فرم درست می‌کنم. و خب نمایشگاه داشتم در تهران و این اولین نمایشگاه من در لس آنجلس. چه خوب. خانم مریم زیم تشکر می‌کنم از اینکه می‌خواستم واقعا تشکر کنم که با این همچین زحمتی کشیدن و من دعوت کردن اومدم و این اولین نمایشگاه من تو خارج از کشور دارم و امیدوارم که موفق بشه، مردم بیان واقعا حس موسیقی من رو با رنگا ببینن. چه خوب. منم میخواستم به نوبه خودم از مریم سیحون، بانوی هنری شهر فرشته، سپاسگزاری کنم که همیشه هنرمندا رو در هر زمینه، در زمینه موسیقی، نقاشی یا زمینهای دیگه مورد حمایت قرار میده و حضور لوریس در شهر فرشته این بار به خاطر نقاشی بوده. حالا غزالم لطف کرد داره روی آفیش لوریس چکناواریان رو نشون میده برای نقاشی. 19 ماه می از ساعت 6 تا 9 شب لوریس چکناواریان رهبر و آهنگساز بین‌المللی در اصل یک هفته این نمایشگاه برپاست و ویژگی این نمایشگاه آثاری است که تحت تاثیر قطعات موسیقی است که اینها رو به تصویر کشته. شما در کنار هر تابلوی بیستید میبینید که لوریس چکناواریان یه صدای یکی از کاراش از اون قطعه میشنوید. لوریس چکناواریان هرچی که مصاحبمون مدتش میگذره یادمه که دعوتش کردن اپرای تهران رو با سولیستای بزرگ رهبری میکرد، الان داره میره در ایران از 19 خرداد تا 3 تیر 14 شب با سولیست‌های متفاوت با ارکستر مجلسی یروان، یروان چمبر ارکسترا میره کنسرت داره 14 شب متوالی با پروگرام‌های مختلف. اگر در ایران هستید حتما میرید و این شانس رو دارین که لوریس رو ببینید. لوریس جان اگر موافقی، من معمولاً تم برنامه ضیافت اینه که بیشتر تصویر نشون میدم، شما هم که انقدر دیویدی دارین، خواهش میکنم از غزال بریم روی لاف سانگ یه ذره تست برنامه رو عوض بکنیم. کلی از این قطعه‌ای داره که به نام لاف سانگه
من یه دونش انتخاب کردم. اینو گوش بدیم برگردیم، حالا کلی با ماستر لوری چکرابینان کار داریم. به برنامه ضیافت نگاه میکنید. با عشق ابدی تو را دوست دارم، تو چشمه امید زندگی من هستی. کلام از لوریس چکناواریان، کانداکت لوریس چکناواریان، آهنگساز لوریس چکناواریان و نونه یاسیان یسایان، یکی از هنرمندهای برجسته، خواننده‌های برجسته ارامنه هست که این کار در سالون خاچاتوریان بوده در یروان. و لوری چون بقیه‌اش رو شما یه مقدار توضیح بدید. همین اجرای زندان تقریبا مدتی بود، از این 15 سال پیش 16 تا قطعه عاشقانه نوشتم، بیشترش هم اشعارش خودم گفتم، داستان های مختلف عاشقانه دیگه. خب من جوون بودم خیلی قلبم جوون هست. به پیکاسو میگن که چند سالته، میگه بگو چند سال میخوای زندگی کنی. آره درسته، در قلبم که جوون اصلا احساس نمی کنم. فقط من همیشه میگم که لعنت به این آینه ها. آینه اگه نباشه ما خیلیم راحته تو این دنیا. ولی آهنگایی که خب از بچگی بخوای نخواییم هنرمندی با هنر کار نداره، آدم همیشه عاشقه. من همیشه در زندگیم از بچگی یادم همیشه عاشقم، الانم عاشقم. بدون عشق که نمیشه زندگی کرد، عشق مهمترین چیزه در زندگی. و
این آهنگای عاشقانه به یاد یاد عشقایی که من داشتم در زندگی الهام بخش بودن، برای من کمک کردن در نوشتن اپرا، در نوشتن کنسرتو، اینا خیلی مهم بودن. و بعد یک بار یه الهام بزرگی به من اومد و نشستم 16 قطعه آوازهای عاشقانه نوشتم که بیشتر از این، بیشتر اینا چیز اشعارش من گفتم و روی داستانی که واقعی بوده. چه خوب. شما در موقعی که در خارج از ایران بودید دعوت شدید به اپرای تهران. چند سال با اپرای تهران کار کردید؟ دو سال کار کردم با اپرای تهران. چه اپرایی رو بردین روی صحنه؟ اونجا اپرای دلزیر دامون رو یادمه. آله. بردم مال تونیسیتی. بعد آرشگر شهرست واگنر. بله. فلینگند هولنده و زیاد باله زیاد مثل شهرزاد و اپرای خودم پردیس پریسا خیلی موفق بود. بله. و ارکستر خیلی خوبی بود، ارکستر فوق‌العاده خوبی بود، همه خارجی بودن البته اون موقع و اپرای خیلی قوی بود چون خواننده‌های ما ایرانی داشتیم و خواننده‌های معروف دنیا می اومدن اونجا می‌خوندن و ما مرتب اپرا داشتیم، یعنی هفته 3-4 بار اپرای مختلف رو ما اجرا می‌کردیم. چه خوب. خیلی جالب بود و من رهبر ارکستر اون موقع بودم. و این اپرا رستم و سهراب من شروع کردم، اولین اپرا ایرانی بود که شروع کردم، ولی خب 25 سال طول کشید تا اونطوری که میخواستم به اتمام برسونم، یعنی رو واقعا رو سنت‌های موسیقی ایرانی، رو همه احساس ایرانی که بتونم این اپرا یه غرب زدگی توش نباشه. چه خوب. ولی در این مدتی که این رستم و سهراب داشتم می‌نویسیدم، این پردیس پریسانم وسط کار کامل کردم و اون اجرا کردم. من خیلی سوال دارم، شاید نتونم یک سوم از سوال من شما انجام بدم. شما اخیراً پسرتون امانوئل چکیناواریان به عنوان نوازنده سولیست وایلن از کشور اتریش رفته به برای فرانسه. ولی خودش انتخاب شد چون یوروویژن هر دو سال یه بار یه مسابقه داره در اروپا. در اروپا ما بین کشورهای اروپایی. بله. و خودشم چون در اروپا هستم، اونجا تحصیلاتشون تو اروپا است و اینا و متولد وین هم هستن، در مسابقات اتریش شرکت کردم و پسرم امانوئل رو انتخاب کردم به نمایندگی اتریش در مسابقات یوروویژن که شرکت کردم و کنسرتو سیبلیوس رو اجرا کردم. واقعا فوق‌العاده اجرا کردن، نه به خاطر که پسر منه و یکی از برندگان این. من به تو خیلی تبریک میگم، تکنیک شفاف داره. قضا جان بزن بریم این یک کمی، ما یک کلیپ داریم از 17 سالشه امانوئل چکناواریان. این اسمو به خاطر بسپارین، یکی از سولیستای بزرگ هست الان در اروپا خیلی مطرحه. ببینیم این کلیپو. در برنامه ضیافت نگاه میکنید، اینقدر لوری چکناواریان گفتنی داره، کارهای مختلفی کرده که خیلی مشکله بتونم من اینها رو تنظیم بکنم برای یک برنامه تلویزیونی. ولی کلیپ کوتاهی که پخش کردین، همونجوری که اشاره کردم، امانوئل چکناواریان پسر لوری چکناواریان است که در کشور اتریش شهر وین مقیمه و یکی از ویولنیست‌هاش. کنسرتو سیبلیوس یکی از پروگرام های بسیار مشکلیه که ویولنیست های برجسته میزنن و اینجوری که من نقداشو خوندم، مقاله هایی که راجعش نوشته بودن،
براش برای آیندهش پیشبینی‌های بزرگ کردن. و شما میدونید که کشور اتریش متن تمدن موسیقی هست. وقتی که یک بچه رو انتخاب میکنن، چون هر خانواده همشون ساز میزنن، همشون آکادمی کار کردن، و وقتی که امانوئل چکنابر انتخاب میشه، برای ما باعث افتخاره که پدرش ایرانی هست. اینم اجرا در حدود 50,000 نفر بود تو در محوطه شهرداری اتریش. در اونجا 50,000 نفر، و من واقعا خیلی نگران بودم، گفتم جلو 50,000 نفر بیا ببینه، واقعا ممکنه ناراحت بشه، نروز بشه، ولی واقعا به نفع خوب اجرا کرد. لوری چون شما دیگه 70 تا، بیش از 70 تا قطعه نوشتین و 40 تا موسیقی فیلم، و در این عمر هنریتون خیلی زیاد کار کردین که گفتم نمیتونیم با همشون اشاره بکنیم، ولی برای ارکستر مجلسی بوده، کنسرتو گیتار بوده، کنسرتو وایلن بوده، کنسرتو ویولنسل بوده، و برای من همیشه باعث سوال بود که این همه شما سفرهای مختلف میکنین، کارهای مختلف میکنین، چطوری میتونستین وقت رو تنظیم بکنین که این همه مثلا پارتی تور بنویسین، سکور بنویسین، چطوری اینا رو منیج میکردین؟ خب اینو باید واقعا خودتو محروم میکنه. آها. همه که اسم من چکناوریانه، به خاطر اینکه اسم من چکناور، چکناور به ارمنی یعنی تاریک دنیا. آن نمیدونست. آره، به خاطر پدر بزرگ پدرم تاریک دنیا بود. بعد 70 سالگی برگشت از کوها، زندگی ازدواج کرد و 5 تا پسر داشت. ولی حس چکناور یعنی تاریک دنیا تو خودم هست. همه هنرمند اگه سوشیالایز، من اصلا خیلی به ندرت مثلا در سال مثلا ممکنه 3-4 جا من برم. زندگیم بیشتر در تنهایی است و کار من بخاطر که اگه این تنهایی نباشه، خودم تو بعضی موقع خودم تو آپارتمان که نشستم دارم کار میکنم و ممکنه مثلا 2 هفته از خونه نرم بیرون کار میکنم. زندگی منه، یعنی زندگی جز این نمیشناسم. یا می نویسم، یا نقاشی می کنم، یا رهبری می کنم، پارتیتور می خونم. مثلا امروز تمام روز از ساعت 6 شروع کردم تا بیام اینجا، داشتم پارتیتور یاد می گرفتم. برای رهبری باید این زندگی موزیسین همینه، هنرمند اینه، یه زندگی تنهایی است، واقعا سوشال لایف نیست. و خب حاصل اینم این کارو است که من تونستم بنویسم. ولی اگه مثلا اگه سوشال لایف داشتم اینور استراحت میکردم، مثلا من الان 10 ساله که اصلا ویکیشن نرفتم، اصلا نمیدونم وقتی برم ویکیشن چیکار کنم، همین روز اول ناراحت میشم. خب این زندگی هنرمند هم همینه دیگه، باید در تنهایی بمونه که بتونه اینا رو به وجود بیاره. من واقعا قدردانی میکنم. عجب، 4 تا اپرا در شاهنامه نوشتم. بله، رستم و سهراب فقط تنهایی نبود، بعد سیاوش، رستم، اسفندیار و زهاک اواخر تمام کردم، اپرای زهاک اواخر تمام کردم، و الان برنامه ریزی میکنم که مرگ سهراب، مرگ رستم را بنویسم. بله، تراجدیش چطور کشته میشه، اون برای آوازه یا برای ارکستر تنظیم؟ اوپراس. 4 تا اپرای رو داستانهای شاهنامه دارم. اپرا پردیس پریساز که یه چیز داستان خیلی قشنگیه، خانم پروین سرلک داستانش نوشتن و خیلی موفق بود، در تهران اجرا شد. و همینطور باله اوتلو که در انگلستان اجرا شد، خیلی اجرا اواخر هم توی آمریکا اجرا شد. چند تا باله دارم، 5 تا اپرا دارم، کنسرت های مختلف نوشتم، و فیلم موزیکایی که نوشتم بیشترشون مستند بودن، چند تاشون فیلم سینمایی بود، مثل تنکسیر، بیتا. و اولین فیلم موزیک، من خودم با شما تنکسی رو زدم. آره، اولین فیلم موزیکی که نوشته شد 1961، اون موقعی که فارغ التحصیل شدم، اولین فیلم موزیک من نوشتم برای فیلم چی بود؟ مهتاب یعنی همین چیزی بود فیلم. محصول ایتالیایی و ایران. که موقع دیگه نمیخواستن که صفحه کاری که از بتهوون یا موزارت استفاده کنن، اولین پارتی رو من نوشتم. موقع تانیا شدم، پیانیست خیلی معروفی بود، اگه یاد باشه. بله. اونجا پیانو میزنه. فیلم از از موسیقی تاریخی است. در حال بهتون خیلی تبریک میگم و مرسی. در اصل ولی الان من نمیزنم، الان 20 ساله نمیزنم فیلم موزیک، نمیزنم آن دیگه کار موسیقی. چون موقع اقلا اون موقع میتونستیم فیلم موزیک با ارکستر ضبط کنیم بزنیم،
الان همش کار سینتیسایزره و بیشتر کارگردان یا پرودوسر ها بودجه بزرگی برای موزیک فیلم نمیذارن و فیلم هایی که میسازن واقعا جای اینطوری موسیقی های واقعا جالب نیست که من بیشتر الان دیگه کارهای اوپرا، باله، سمفونی اینطور چیزا مینویسم. این هم که مینویسم خیلی بیشترشون هم در طول زندگی من اجرا نخواهد شد انشالله در آینده. با که هنرمند دو نوع هست، یکی هست که برای امروز مینویسه، امروزش هم حاصلش مینه، مثلا پاپ موزیک جد این موسیقی یا فیلم موزیک مینویسه بلافاصله اجرا میشه میبینی کار میشه نبی کار. ولی من بیشتر کارم اوپراست، بالت، کارهای خیلی بزرگه که خب این باید که هر آهنگسازی مثل من در قدیم سالها سال منتظر میشه تا اسپانسری پیدا بشه که بتونه اینا رو اجرا کنه، سرمایه گذار کنه، اجرا کنه. ولی خب این مجبوریم بنویسیم، برای اینکه چرا باید بنویسیم؟ برای اینکه مملکت باید داشته باشه، درود باشه، باید داشته باشه، این کارها رو باید داشته باشه که بتونه پای فرهنگ خیلی مهمه که کارهای اونجا نوشته شده بشه. مثلا داستانهای شاهنامه فوق العاده است. و کار دیگه هم که کردم، کار دیگه هم انجام دادم و الان هم دیگه هنوز چنانچه 75 سالمه ولی هنوز خیلی برنامه های زیادی در پیش دارم. درود بر شما. من یک کار انتخاب کردم به نام دنس آف الژی، کار سولو پیانوتون که خیلی دوست دارم. اگه غزال آماده باشه بریم اونو ببینیم. با تارک منگاه؟ بله بله. به یه هنرمنده خیلی خوبه ایرانی. پیانیست فوق العاده است، به هنرمند خودش هم آهنگسازه. بله. خیلی خوب. بریم غزال جان ببینیم اینو، بعد برگردیم. کاری رو که ملاحظه کردید قطعه دنس آف الژی بود، پیانوی سولو بود، هنرمند خیلی خوب تارا کمانگر، پیانیستی بود که به خوبی اجرا کرده بود، تمام سویت رو اجرا کرده، هفت قسمت هم اجرا کرده. بله، من خواستم که فقط یه قسمت کوتاه. یه بار دیگه میخواستم به دوری جان یادآوری بکنم، اگر در شهر فرشته مقیم هستید لوری چکنواری رو در یک تصویر دیگه روز شنبه 19 می میتونین در گالری سهون 6 تا 9 شب برای اولین بار حداقل در شهر فرشته ها کار نقاشیش ببینین. همیشه روی صحنه دیدین، رهبری میکرده و
کارهای آهنگسازی اجرا می‌شده، حالا اونو با یه تصویر دیگه می‌بینید. یکی از ویژگی‌های کارهای شما هست که یه بخش زیادی از زندگیتون رو رفتین دنبال کارهای ایرانی. این چطوره که شما این همه که رفتین تحصیل موسیقی کلاسیک کردین، ولی چطوری که همیشه علاقمند بودین که با اینی که سالهای زیادی هم در خارج از کشور بودین؟ و من یک دونه صفحه دارم میخوام ببینم غزال اگه اینو نشون بده. این صفحه است که لوری چکراوریان 40 سال پیش به من کادو داده بود و اینو من با خودم کلی هر جایی که رفتم بردم و این سویت سیمرغ و بالای سیمرغ و حسن ناهی دوازنده نی، فرامرز پایور سنتور، بدیع قیچک، هوشنگ ظریف، منوچهری، تمام اینا همکاری کردن. این خیلی جالب بود، خواستم شما را نه از بچگی خوب من علاقه زیادی به موسیقی ایرانی داشتم. این از بچگی یادمه که شیر خدا وقتی تو رادیو میخوندن هر روز، من عاشق صدای شیر خدا و اجرای ضربش بودم و اینو من کشید به زورخانه. جوان بودم ولی شاید 12 سالم بود، 13 سالم بود، ولی شنیدن صدای شیر خدا عاشق صداش بودم واقعا و اجراش بودم. رفتم زورخانه و اونجا و از طریق زورخانه آشنا شدم به فردوسی و رستم و سهراب، عاشق این داستان شدم و از بچگی خواستم اینو به اپرا در بیارم. ولی در این مدت هم خیلی دوست داشتم موسیقی مذهبی مثل تعزیه، اینا رو خیلی دوست داشتم و به خصوص که این موقعی محرم و میرفتم دنبال این دسته ها و موسیقی ملودی ها رو کمابری میکردم و این خیلی برای من جالب بود، چون این آهنگ از قدیم، از شاید از 1000 سال پیش اومده، اینا هم سینه به سینه اومده تا امروز رسیده. خیلی بکرن، خیلی قشنگم. و وقتی فارغ تحصیل شدم اومدم به تهران 1961، آقای پالبوت که همون اکسیون شده وزیر اون موقع، من دعوت کردم و گفتم که برم بشم رئیس صداخانه موسیقی ملی. و چون رفتم رئیس صداخانه موسیقی ملی بودم و شروع کردم مطالعه روی سازهای ایرانی. خیلی سازهای ایرانی دوست داشتم و خب شانس آوردم با هنرمندان بزرگ مثل مرحوم فرامرز پایور و دوستان دیگه، آقای ظریف و حسن ناهی آشنا شدم و ازشون خواهش کردم که اگه اجازه بده من مطالعه بکنم رو سازهاشو و من حاصل مطالعه من اجرا کنم. و همینطور چند سال طول کشید مطالعه کردم روی این سازها که بتونم به جایی که هم نوازی میکنم، مرتبا موقع میدونی که همه با هم میشستن یک صدا میزدن، یعنی همشون یک چیزی میزدن، هارمونی نداشت و کنتراپونک نداشت، یعنی چند صدایی نبود، همشون یه چیزی میزدن. بعضی موقع خب ممکن بود سولو میزدن ولی در واقع ملودی بود و این همه با هم میزدن و من میخواستم اولین پارتیتور پولیفونیک را به وجود بیارم با ساز ایرانی که همچین چیزی نشده بود و این باید میبایستی مطالعه بشه، مثلا بگیم قیچک در این اکتاو چه نوتی با مثلا تار در این اکتاو میتونه خوب با هم تلفیق بشن یا کمانچه در اینجا یا اینطور. و اینو مطالعه کردم و رو فیلم های مختلف هم اکسپریمنت کردم و واقعا گروه فرامرز پایور به من خیلی 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 کمک کردن که این کارها رو که من انجام میدم اجرا کنم و بالاخره حاصل این تمام مطالعات من شد نوشتن این باله سیمرغ که کار کاملا پولیفونیک برای سازهای ایرانی است و اولین نمایشگاه موقع در برای سازهای ایرانی هم تشکیل دادم و تا امروز هم همچین پارتیتور پولیفونیکی هنوز نوشته نشده. حیف، چون سازهای ایرانی باید واقعا از این همنوازی بیان بیرون و پولیفونیک بشن که رنگای خودشون نشون بدن خط ملی. و این سیمرغ اون موقع نوشتم و اجرا شد و بعدا این خوب گروه های مختلفی در انگلستان، در هنگ کنگ و کشورهای مختلف با اجرای این ضبط بالر اجرا کردن. چه خوب. و آقای دوباران هم، روبرت دوباران که یه کوریوگراف انگلیسی بود، اون سفارش داد این که بالر بنویسم. اون موقع خودشون هم تو ایران بودن، کوریوگراف بودن و یه کار پاریس که خوشحالم که اتفاق افتاد و از مرحوم پایور و دوستانی که الان زنده واقعا تشکر میکنم که به من کمک کردن که بتونم این کار رو انجام بدم. من به تو خیلی تبریک میگم، کار بسیار زیبایی. اگر غزال آماده است
بریم کار ببینیم بعد باز برگردیم من ببینم تا کجا میتونم سوالم از مایسترو لوریچک رو باید انجام بدم. والز دامور از سویت آرارات از لوریچک نواریا با ارکستر سمفونیک ژاپن بود، کانداکتورش هم ژاپنی بود. لوریچا، انگیزه شما برای ساختن یعنی کمپوز این برای که این سویت آرارات چی شد؟ رهبر ارکستر فیلهارمونیک امن استان بودم، خونه‌ای که داشتم، آپارتمان که هنوزم دارم، درست مقابل کوه آراراته، یعنی کوه آرارات 50 کیلومتری، ولی کاملا می‌بینم اینو کوه. و اینجاست که حضرت نو، کشتی حضرت نو فرود اومده بعد از 40 روز بارندگی. و این داستانی است که از تورات گرفتم که هست که زندگی حضرت نو چطور کشتیش در روی کوه آرارات، لندینگ آف آرک آف مانت آف آرارات، اونجا اینو نوشتم در 7 قسمت. همین اواخرم در چیز اجرا کردم، در
ساک با فیلارمونیک ساکرامنتو همین هفته ماه پیش اجرا کردم که خوشحالم که خیلی موفق بود. این داستان همینه، داستان حضرت نوح. خیلی 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 قطعه زیباییه، به خصوص این قسمتاش از ویژگی های خیلی خوبی از نظر آهنگسازی و از دقیقا اون تمایی که شما استفاده میکنید همش حاکی از اون هارمونی و کنترپوان و شخصیت کارهای خودتونه. میدونم که شما امروز خیلی خیلی گرفتار بودین، ولی خیلی خیلی به ما اومدین، استودیو ما رو سبز کردین و من در کنار لوری شکرماریان خیلی خوشحال هستم که میتونستم امروز فرصتی بود که نزدیک باهاش صحبت بکنم. من تشکر میگم واقعا، من خواهش میکنم لوری جان، خیلی 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 خوشحالم از اینکه اینجا هستم. لوری شکرماریان یک مقداری کارهایی داره که با ارکسترهای بزرگ بین‌المللی ضبط کرده، کارهای کلاسیک است و یکی از کارهای شاخصیه که شما میتونید در ریکوردینگ ها به علت استقبالی که از اون شده ببینین که در رده کارهایی هست که تمام ارکسترهای بزرگ اجرا میکنن، این کارم در یک کاتگوری بالا است. بریم قضا جون یک کاری که خود لوریس رهبری کرده از کار خاچاتوریان باله ماسکارا رو ببینیم، برگردیم بیاییم باز یکی دوتا سوال کنیم که ببینیم تا کجای برنامه میتونیم بکشیم.
کاری که ملاحظه کردین آهنگسازش آرام خاچاتوریان والز فرام سویت ماسکارات بود که لوری چگراوریان رهبری کرده بود، ارکستر سمفونیک ارمنستان محل ضبطش هم در تلویزیون اتریش بود. لوری جان وقت خیلی زود به پایان رسید. چیزی خوب زود آره داره. آخرین سوالی که برای منه، چطوری میتونن طرفدارای شما این کارهای شما رو تهیه بکنن؟ بیشتر کارهای من الان تو آمازون یا سی دی بیبی یا این شرکتایی که هستن میتونن تماس بگیرن و دانلود کنن. بس از اون طریق میتونن در شهر فرشته هم در مغازه‌های ایرانی میتونن کارهای رستم سهرابینا هست. الان تو ایران که مجموعه کارهای من 20 سی دی و دی وی دی منتشر کردن، کامل کار تمام یه باکس ست از کارهای خودم هست. 20 سی دی که بیشتر کارهای من تو این 20 سی دی در اونجا هست، ولی فکر می‌کنم همین شهر کتاب اینجا بله. اینجا هم هست. بله بله. و در اینجا میتونن این مجموعه کارهای منم در اینجا میتونن بگیرن. پس من برای آخرین بار برای شنبه 19 ماه می، اگر که مایل هستین که لوریس از نزدیک با کارهای نقاشیش آشنا بشین، 9007 مروز آوینیو وست هالیوود کالیفرنیا 90069 میتونین کارهای لوریس با یه هفته اونجا سیون. گالری سیون هست. از مریم سیون باز تشکر میکنم. من هم خیلی تشکر میکنم به خود فخیر. چقدر خوشبختی استادم تشریف دارم. بله استاد سیون هم هستن. 19 خرداد تا 3 تیر 14 شب لوری چکنواریان برنامه داره در تهران، در تالار وحدت. آثار مختلفی میزن، آهنگسازای مختلف با سولیست های مختلف که در برنامه های بعد من اینا رو توضیح میدم. لوری چان اگر پیام داری خدا نگهدار، دوستتون دارم، انشالله میبینیم. خیلی هم خوشبخت میشن که تشریف بیارن 19 می ببینیم. حتما میان شما رو ببینم. خیلی ممنون. کم کم چراغ برنامه ضیافت رو خاموش میکنم و در یکی دیگر از برنامه های ضیافت براتون شبهای پرستاره، روزهای آفتابی. تشکر فراوون از غزال و سارو، دو تا چهره خیلی صمیمی در اون طرف دورین، در اسما سه نفرین برنامه رو ما هم به شما تقدیم کردیم. روز روزگار بر شما خوش. برو آخرین کارم یه لاف سانگ تموم میکنیم. Missing You، کارهای لوریس رو میتونید در تمام این سایت ها ببینید و لذتش رو ببرید. خدا نگهدار. Şerismeçmiş gaz yer azayım sırtım.